اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. ایران سرزمین ماست. ما از یک آب و خاک سراسر فرسود هوای وطن از چه بیتابانه میخواهم ات ای گوریت آز بد خدا همه رکت در باکت خدا زنجیر قتل‌ها تا لحظه شکستن قرابه‌های خون بر دست و پا و جان و نظامت می‌ماند. زنجیر قتل‌های نجیبان، پوینده و شریف، مختاری و دوانی و حاجی و کودک غریبش، پروانه و فروهه رو شاپور بختیار، دکتر شرف و قاسملو، صدها درخت سرو که با تیغ و با گلوله پرپر شدند، تا آخرین تصور انسان بر نام و یادتان باقی است. علیرضا نوریزاده، سه‌شنبه دهم آذر ماه، اول ماه دسامبر، ماه پایانی سال میلادی، به شما سلام میکنم. انسان ها روایت های مختلفی دارن. یه روایتشو بر پشت بام مدرسه علوی، سومین روز به تخت نشستن روح الله مصطفی تماشا کردیم. روایت های دیگرش هم همینطوری به ترتیب در فرودگاه سنندج، برادران ناهید، یکی تا کمر در گچ، یکی با دستهای شکسته به دستور خلخالی تیر باران شدن. خیلی روایت داریم، روایت های همینجوری 37 ساله، روایت سال 60، خرداد 67، روایت های بعد از اون، روایت های سربریدن ها، روایت کشتن غفار حسینی و احمد میرعلایی، روایت کشتن عزیزانی که خیلی دوستشون داشتیم، هر کدوم جایگاهی در دلهای ما داشتن. این روایت رو بعد در ابعاد دیگرش در سوریه، عراق، در نیویورک، در لندن، در پاریس مشاهده کردیم. وقتی ایدئولوژی مذهبی تبدیل میشه به کنش افراد، کنش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی افراد، نتیجهش این میشه. فرقی نمیکنه که شما سر ببرید، چه در ورزشگاه آزادی بیاید و زنانی رو که آمدن در یک ارکستر بزرگ سرود کشورشون رو بزنن، گوییم که شد جمهوری اسلامی به پا، سرود ملی ملت ایران نیست، سرود ملی ما ای ایرانه، اما به هر حال اونا اونجا بودن. وقتی جلوشونو میگیرید همون کارو میکنید. شما چون دشمن فرهنگ و زندگی هستید. آقای فتح‌الله آملی، یکی از نویسندگان روزنامه اطلاعات، یه مقاله‌ای نوشته و اشاره تجلیلی از بسیج کرده. حالا به دو دلیل میتونه این کارو کرده باشه، که واقعا اعتقاد داشته، دوم اینکه گرفت و گیری با بسیج داره و با محمد رضا نقدی فاسد، ناچار شده یه همچیزی بنویسه. اما یه جای حرفی میزنه که به نظر من خیلی مهم. ایشون میگه که آنها که در علم و فناوری با روحیه همین بسیجی یعنی وارد شدن و کار را برای رضای خدا و در مسیر پیشرفت کشور صورت دادن، شگفتی آفریدن. نکته این است که بسیج را تنها در بخشی گشت‌های سر چهار راه خلاصه دیده‌ایم و یا تصویری که از آنان متأسفانه تبلیغ شده. چهره‌های عبوس و خشنی که مأموریت دارند فلان سخنرانی را برهم بزنند یا جلوی برگزاری فلان کنسرت را بگیرند،
اینها که چهره بسیج نیست و این ظلم به بسیج و بسیج است. من نمیدونم اون آدمایی که میان این کارا رو میکنن و لباس بسیجی بر تنشونه و حکم بسیجی دارن از کره مریخ اومدن. نه، مال همین جان، همین بسیجن. طبیعتا ممکنه در بسیجی هم آدمای خوبی باشه، ولی شما وقتی تربیت میکنید یه مجموعی رو که تو باید گرگ باشی، تو باید کفتار باشی، تو باید بدری، بکشی، پاره کنی، تو باید صدای موسیقی رو خفه کنی، تو باید عربده رضا حلالی رو بلند کنی تا گوش و جان مردم رو آزار بده، این میشه بسیج. فرقی هم نمی کنه. حال نمونه این بسیجم اون آدمی که سر مرزبانی ایستاده. آقا تو مأموری طبیعتاً جلوی خروج افراد قاچاقچی و آدمکش و غیره رو بگیری، تو مسئولی که جلوی افراد ناباب رو که میخوان وارد کشور بشن بگیری، داعش رو نذاری وارد ایران بشه. ولی یک زن افغانی با 3 تا بچه و شوهرش که از مصیبت کشورش فرار کرده، تو ایران هم نمیخواد بمونه که تو ناراحت بشی که یه هم زبان و هم ریشه و هم تاریخ و هم نژادت به کشورت اومده به عنوان میهمان. هزاران افغانی اینا چه کردن بعد از جنگ در ساختن کشور ما نقش اساسی داشتن و ما اینقدر بهشون بیمهری میکنیم. ببینید اونا چه ملت بزرگواری هن که هنوز ما رو دوست دارن. و شما مأموره که میخوای جلوی تروریسم رو بگیری، مادری رو میکشی، 3 تا بچه رو یتیم میکنی و مردی رو که داشت دست همسرش رو گرفته بود با بچه هاش میرفت شاید در گوشه ای از این جهان جای آرامی پیدا کنه، لقمه‌نانی و زندگی کنه. ببینید این فیلم رو. شرم بر اونهایی که این جنایت رو کردن. محمد ظریف پدر 3 کودک است و میخواست با همسر و فرزندانش از مرزهای ایران به هدف سفر به سوی اروپا وارد ترکیه شود. اما میگوید که سربازان ایرانی بر او و خانواده اش شلیک کردند و همسرش در برابر چشمان او و کودکانش جان داد. بینن ما 10 روز است که نمیشه در سفارت افغانستان ما مثلا مکتوب دادیم، کس به جواب نمیده. به مکتوب ما نفر ما رفته میگردم هیچ خبر نیست از او. انا تا کار کرده نمیتونه که اخرا نام شهید ما رو پیدا کنم. دیگه ما دولتی چی باید کنه؟ اکنون 3 کودک از این زن باقی ماندند. یک عضو دیگر این خانواده که در این سفر با آنان همراه بوده است، حکومت را مسئول فرار شهروندان افغانستان از کشور می داند. خواهرم در بغل خودم جان داد، در سری دستم. زن 33 ساله، 3 تا 4 تا طفل شسیر، طفل کوچکش خواب از پایین پشت شیر گریه میکنه. ما از مجبوری رفتیم. اگر کشور ما درست می بود، ما خاک کشور خود از سرمه چشم میکنیم. این کودک هم از این سفر غم‌انگیز خاطره تلخی دارد. سختی زیاد است. رد مرز میشن، میمرن. خودت نرنده از اونجا. مادرش در پیش چشمانش جان داده است. این کودک از شهروندان کشور میخواهد که هرگز برای سفرهای غیرقانونی افغانستان را ترک نکنند. آقای دکتر عبدالله، آقای اشرف خانی. آقای اشرف خانی اومده بود به پاریس دیروز، با نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. آقای اشرف خانی به فکر بچه های سرزمینت باش. اینا الان باید تو مدرسه درس میخوندن. ملاحظه نکنید، چند روز قبل دوستی برای من گزارش فرستاد از لاس زدن های جمهوری ولایت فقیه با طالبان. بسیار افسرده شدم. طالبان آدم کشانی هستند مثل داعش. اینا با هم فرقی ندارن. جبهه نصرت، داعش، طالبان، اینا مثل همن. همه از یک گنداب خوردن. اصحاب اهل حق با اینا یکی هن. هیچ فرقی نداره. این یکی در دفاع از سنت و قرآن میگه دارم سر میبرم، اون یکی در دفاع از اهل بیت. همه مثل همن. باز میگم زمانی که ایدئولوژی بر ذهن انسان می نشینه،
آثارش این میشه. بگذارید یک تصویرهای دیگه هم بهتون نشون بدم. زمانی که انسان برمیگرده به هویت اصلیش، انسان میشه، زیبا میشه، درد هم نوعش به دردش میاره، درد یک حیوان به دردش میاره، جانشو به خطر میندازه برای نجات اون. زمانی که زیبایی ها اینجوری میشه که یه بچه معلول عاشق کشتیه، خب چه کاری دارم من کاری بکنم که این بچه هم احساس کنه تو میدون کشتی داره کشتی میگیره. زمانی که تو حریفتو داری میزنی، حریفت بیحال داره میشه، اون خوی انسانی بهت میگه نه، مبارزه یه خط قرمزم داره. با همین فیلم رو نگاه کنیم، خیلی منو تحت تاثیر قرار داد. نگاه کنیم. یخو بشکنی بری برای اینکه سگو نجات بدی. خیلی آدم ما جنبه های انسانی زیبایی هم داریم. اما ببینیم آقای سعید امامی، معاون آقای فلاحیان، مشاور آقای قربان علی دوری نجف آبادی، در رابطه با نویسندگان چه میگوید. مدت های مدیدی فعالیت‌ها و گفت و شنودهای شمار کثیری از آنها را زیر نظر داشتم. با عده‌ای از آنها از نزدیک برخورد کردم. خیلی روشن بود که کسانی مثل گلشیری یا سپانلو دین ندارند، اما حزبی هم نیستند. در ابتدا من فکر می‌کردم می‌شود اینها را به راه آورد. اما وقتی گلشیری در لفوازی به خاندان عصمت و طهارت و 14 معصوم اهانت کرد و شنیدم که در نوشته هایی در مسلمات قرآنی مثل جن تشکیک کرده است، دیدم دارن به اساس دین و مذهب میزنن. مسئله مختاری فرق داشت.
او ذهن حزبی داشت، یعنی موتور اینها بود. پوینده هم چون آنتنهای قوی داشت مرتب اخبار اینها رو میداد به دست ستا نقطه در خارج. بعد از آن مهمانی خانه وابسته فرهنگی آلمان فهمیدیم ماجرا خیلی عمق دارد و اگر به سرعت دست به کار نشویم حکایت زمان شاه تکرار می شود. آنجا هم از چند شعرخوانی، منظور ده شب شعر انسیتوی گوته بود، شروع شد. شما وقتی با کسانی روبرو هستی که با منطق دیالکتیک اول می گوید امامزاده حسن دروغ است و بعد می رسند به خود امام حسن و دست آخر منکر خدا می شوند، نمی توانی سکوت کنی. برداشت من و دوستانم این بود که باید ریشه اینها را کند. ما فهرستی داشتیم که تقریبا 100 نفری توی آنها بودند، از نویسندگان و شاعران تا لیبرال ها و سروشی ها. منظورش عبدالکریم سروش، دکتر پیمان و اکبر گنجی است. سعید امامی در رابطه با میکونوس حرفایی دارد. او ضمن اشاره به اینکه پیشبینی نمی کرده مصباحی رفیقش از طریق آقای بنی‌صدر در دادگاه حاضر شود، گفته است حاج آقا فلاحیان به ما گفته بود تردیدی نکنید که پرونده خیلی ساده بسته می شود، اما چنین نشد. مصباحی را من بیرون فرستادم. بچه حزب‌اللهی مخلصی بود که پسرهای رفسنجانی با او درگیر شدند و دیدم همین روزها زیرابش را میزنند. وقتی شنیدم که توی دست انگلیسی افتاده نگران شدم. از طریق برادر بنی‌صدر و یکی از اقوامش به او گفتیم نخواهیم گذاشت به هیچ روی زندگی کند. وقتی که رفت و آن حرفهای بی ربط را زد، خیلی اصرار داشتن حکم آقای که یکی از علماست که در واقع حکم اعدام داده در بارش تنفیز کنیم. اما بعد آقای دیگری ما را خواست و گفت دست به او نزنید چون الان نگاه ها متوجه اوست. بعد از مدتی دیدم که فکر آقای فلان عجب درست بود، چون به هر حال آن دستگاه های عظیم جاسوسی در غرب با داشتن عوامل متعدد و شکار کسانی مثل مصباحی می دانند که شورایی در کار نبوده که تصمیم به قتل کسی بگیرد. اصلا جریان سیاسی شد و توجه از وزارت اطلاعات معطوف به رهبری سیاسی شد. برای ما این یک موهبت بود، چون کسی نمی گفت اطلاعات این کار را کرده، بلکه می گفتن از بالا دستور به سپاه دادند که بزنند. حقیقت هم این بود که بچه های اطلاعات سپاه که در لبنان بودن کار را انجام دادن، ما فقط در لوجستیک کمکشون کردیم. به فلاحیان میگه سایه شما هست و بعد اشاره میکنه به حرکت های فرهنگی. میگه پس از تصفیه فیزیک رهبران و بلندپایگان اپوزیسیون و تنیشن در داخل با شعار مقابله با هجوم فرهنگی، از نخستین ماهای سال 72 به اجرای طرح‌های حذف و حصر می‌پردازند. سال 74 بعد از اینکه با خروج چهره‌های خطرساز بختیار و قاسملو ضرورت تمرکز روی فعالیت‌های فرهنگی است، به سراغ اهل فرهنگ می‌روند. داستان مرگ احمد خمینی هم که می‌دونید، خود سعید امامی می‌گوید اینا در کتاب گزارش قتل‌های من آمده. میگوید که بله، یه جا میگه دکتر بختیار عنصری خطرناکه که همچون قاسملو دارای رهبری ویژگی‌های رهبری و اعتبار بین المللی است. بعد در مورد احمد خمینی هم میگه شنودش میکردن، میدونستن سخنان او به شدت موجب نگرانی بود و مشاهده میشد این سخنان در سپاه و نیروهای انقلابی در اغلب ارگان‌ها شک و تردید ایجاد کرده نسبت به مشروعیت نظام. به دفعات از کرده خود در رابطه با طرح برکناری آقای منتظری اظهار تأسف می‌کند. در مصاحبه اینم که می‌دونیم که احمد این کارو می‌کرده. بعد حضورتون عرض کنم که این اشاره به این می‌کنم چون ماه آذر ماه قتل‌هاست. ماه آذر ماهی است که ما رو به یاد اون روزهای تلخ میندازه که هر روز که بلند میشدیم، زنده‌یاد گلشیری در سفری که به لندن داشت یک روز تمام
در کنارش بودیم، در خدمتش بودیم و در اون روز داستان نجات خودش رو گفت. چون گلشیری توی مجموعه بود باید تصفیه می شد. یک نویسندهی که خدمت وظیفه بوده و درجه ستوان دومی داشته میره دیدن گلشیری. او و بانوی گرامیش او رو نهار نگر می داره و بعد از ظهر که میان او میگه من با اتومبیلم شما رو میرسونه. کلاهش رو بر میداره، عقب میذاره و ببخشید همسر گلشیری به او میگه من شما رو میرسونم. او عقب ماشین میشینه، کلاهشم میذاره پشت پنجره، پشت شیشه و گلشیری و همسرش هم جلو نشسته بودن. خانم گلشیری رانندگی میکرد. کسانی که بیرون سر کوچه ایستاده بودن که گلشیری رو بدزدن مثل مختاری و پوینده، وقتی کلاه نظامی رو میبینن و میبینن یک نظامی در داخل اتومبیل نشسته، گمان میکنن این از همون نظامی هاست که گفته شده بود آقای خاتمی برای حفاظت از جان روشنفکران نزد اونا فرستاده. به هر حال گلشیری اینجوری نجات پیدا کرد. بله، من خیلی تعجب کردم وقتی هم دکتر براهینی در یه مصاحبه اخیراً گفته بود که من از جمهوری اسلامی شکایتی ندارم. خود براهینی هم جزو کسایی بود که در کنار سیمین بانو بعد میکشتنش. هوشمندی سیمین بانو باعث شد که وقتی کانون نویسندگان نزد او بودن، او قبل از تشکیل جلسه از آقای دکتر مهاجرانی وزیر ارشاد وقت نامه‌ای گرفته بود، مجوزی که اجتماع نویسندگان در خانه ایشون مشکلی نداره، منافاتی با قانون نداره. وقتی میان در میزنن سیمین بانو این نامه رو نشون میده، اونا هم خیلی عصبانی میشند و میروند. تلخه ها، دردناک. بله، میخوندم توی خبرها بعد از 37 سال تابناک آقای محسن رضایی نوشته بود ویدیویی از تحقیر شاه در خیابانهای تهران. آقا محمد رضا شاه پهلوی به ابدیت پیوست، خوب یا بد تاریخ درباره او نوشته و می نویسد، چنان که درباره شما. حالا هی فیلم بسازین. اتفاقا دم اون کسی که نقش شاه رو بازی میکنه چه جوانیش چه سنینه، خیلی پیرم نبود، بعدش 60 سالش بود، 58 9 سالش بود. وقتی که نگاه کردم چه گریم خوبی کردن. کسی که نقش رضا شاه رو داره، نقش فوزیه، ثریا، ملکه فرح، همه نقشای یا هویدا خوب انتخاب کردن. خرجم میکنن. هدف چیه؟ مثل اون شهرزاد، تحریف تاریخ. هدف اینه که به شما اینو بگن آقا 57 سال سلسله پهلوی فقط آدمکشی بود، نوکری برای بیگانه بود و مملکت هم نابود کردن. میگن در صحبتشون آقا مردم ایران بدبخت بودن، 1% داشتن 92% بیچاره بودن. این دروغا رو میگن. نسل جوانم که نمیدونه، نه پهلوی رو میشناسه نه خمینی رو، و میان با این دروغ ها. و فیلم خیلی تاثیر داره، با فیلم درست میکنن، سریال میکشونن پای سریال. اما حواستون رو جمع کنید، تاریخشون سر تا پا تحریف و دروغه. حتی اگر واقعی رخ داده و اونا دارن روایت میکنن، به گونه دیگه روایت میکنن. نمیگن از نقش آقای کاشانی و دار و دستش در 28 مرداد، اصلا صحبتی از اون نمیکنن. زنده یاد مصدق و مقصر قلم داد میکنه. من اینجا اسم آقای بنی صدر رو آوردم، حرفی شنیدم خیلی اذیتم کرد و عنوان میکنم، امیدوارم آقای بنی صدر این رو تکذیب کنه. شنیدم در موقعی که آقای لیمونادی همکار بنده و مسئول دفتر ایران فردا در لس آنجلس به دیدن ایشون رفتن مصاحبه بکنن، آقای بنی صدر گفتن با ایران فردا مصاحبه نمیکنن و ظاهرا آقای لیمونادی گفته بود این رو میگیرن برای آرشیو خودشون. نمیدونم، من این رو چون از دو منبع شنیدم خیلی ناراحتم کرد. ما هیچ اصراری نداریم با آقای بنی صدر مصاحبه کنیم، چون گمان میکنم آقای بنی صدر با همه صفات خوبی که داره آدم
صادقیه با خودش همه اینا، ولی متاسفانه ایشون دیگه حرفی برای گفتن نداره. بیش از آنکه چون در اوج قدرت بوده و قدرت رو از دست داده، گرفتار اون پس لرزه های پس از آن است. و عجیبه، من در خاندان پهلوی رو ندیدم. من وقتی رفتم با ملکه فرح گفتگو کردم، دو روز اونجا بودم و اصلا پس لرزه ای ندیدم. چقدر با آرامش همه چیز رو پذیرفته، چقدر با آرامش. این خیلی فرق میکنه. باری به هر حال این مسائل هست. در لبنان با وساطت قطر، اینجا نقشه روشن میشه، با وساطت قطر نزد جبهه نصرت، یعنی اون روی سکه داعش که حالا بند نافش به القاعده است، قرار نظامیان لبنان، امیدوارم تا این لحظه هم آزاد شده باشن، چون قرار بود دیروز آزاد بشن، اشکالاتی پیش اومد، مبادله بشن با چند تروریست. و دولت عظمای قطر در این وسط نقش میانجی رو بازی میکنه. پول آدم رو چیکار میکنه؟ هنوزم تا این لحظه نمیدونم این گفتگوی اردوغان و پوتین این داستان به کجا میرسه. دوستی برای من نوشته بود اردوغان معذرت نخواست. حالا براتون میگم چرا من این رو اشاره کردم. اردوغان اظهار تأسف کرده بود. دو تا خبر منبع عربی رو که داشتم میخوندم نوشته بود ابدا اسفهی، که تأسف خود رو ابراز کرده بود. وقتی کسی تأسف خود رو ابراز میکنه در واقع نوعی اعتذارم هست. بعد اونجا ملمحن به ذالک اعتراضی، یعنی تلویحاً به این شکل اعتراض اعتذار خود رو اعلام کرد. خب اردوغان عذرخواهی نکرد، ولی لحنی که بعضی از مطبوعات ترکیه در آغاز داشتن این بود که به این ماجرا دامن زده نباید بشه. ولی نکته جالبی براتون بگم، سردبیر روزنامه حریت و یکی از دبیرانش رو آقای اردوغان گرفته به جرم اینکه اینا تروریستن. حالا چه کردن اینا؟ اینا فیلمایی رو نشون دادن از ارتباط اردوغان با داعش، فیلمایی رو نشون دادن از افراد وابسته به او و خریدهای نفتیشون از داعش. گزارش بسیار جالبی تهیه کردن. مردم جمع شدن جلوی این روزنامه و تظاهرات کردن و رهبر حزب اقلیت ترکیه هم رفت اونجا و اعلام کرد که این عمل جنایتی است که ختم آزادی ها رو در ترکیه آواز میده و این بسیار خطرناکه. به هر حال آقای اردوغان غرور بدی گرفتتش و فواره ایست که دیگه تا اونجا که باید بالا رفته، الان موقع پایین آمدنش. درنگ کوتاهی بکنیم با یک همنوایی در افغانستان. چم خوگی گی یا وازی زنیم
باشه. با درود دوباره، حیف نیست این ملت رنج بکشه این همه سال و هنوز گرفتار طالبان و چند دستگی باشه. حضورتون عرض کنم که آقای جاوید قربان اغلی از دیپلمات‌های سرشناس جمهوری اسلامی، سالها سفیر بوده در جاهای مختلف، مدیر کل وزارت خارجه بوده و مدتی هم مدیر کل خاورمیانه بود. مصاحبه کرده با خبر آنلاین که بسیار به نظر من جالبه، در واقع تایید حرفایی است که ما اینجا میزدیم. در بخشی از مصاحبهش اشاره کرده که سیاست روس‌ها یک سیاست پرگماتیستی است، بر پایه مصالح ملیشون دور میزنه. بنابراین برخلاف ما که سیاست ایدئولوژیک داریم و 4 ساله داریم، مصیبت کشیدیم، رفتیم دنبال اسد که بالاخره بقبولونیم این اسد هم باید جایی داشته باشه، ما هم جزو راه حل باشیم. همین که پذیرفتن بعد از قرارداد اتمی که ما هم باشیم در مذاکراتی که صورت میگیره، خب این خودش در ژنو 2 و 3 اینا اهمیت داره. و گفته که ما بقای اسد رو میخوایم برای آینده سوریه و حزب الله. اینجاست که میگه نگاه ما به آینده اسد و حزب الله اینه که با سقوط اسد راه ما با حزب الله بسته میشه. تمام رو ما از دست دادیم، اپوزیسیون سوریه رو. ما باید با اپوزیسیون سوریه گفتگو بکنیم، بدائل رو در نظر داشته باشیم که اگر اسد نبود ما تمام امکاناتمون از دست ندیم. و من بارها اینجا خدمت شما عرض کردم که برای جمهوری ولایت فقیه بیش از اسد حزب الله اهمیت داره. میلیاردها دلار خرج این طفل عجیب و غریب و کج و معوج کرده. یه تشکیلاتی درست بکنه که در لبنان حاجی انا شریک بگویه و در هر حکومتی حضور داشته باشه. حالا فکر کنید فردا سایه جمهوری اسلامی از سر حزب الله کوتاه بشه. حزب الله به 2 ماه هم نمیکشه. یا باید دست از اسلحه برداره، تبدیل به یه حزب سیاسی بشه در حد احزاب دیگر لبنان، و یا اینکه نابود خواهد شد. مسلم حزب الله مسلح آینده‌ای در لبنان نخواهد داشت. و آقای بشار اسد هم جاودانه نیست، با امام زمان هم ارتباطی نداره، ایشون هم میره. آدمی که 250 هزار نفر 300 هزار نفر رو کشته نمیتونه دوام داشته باشه. هر انسان عاقلی این رو درک میکنه. کسی که 10 میلیون آواره برای کشورش کشته، 85% کشورش رو ویران کرده. بله میگن خود داعش هم کرده، بله، ولی داعش هواپیما نداره رو سر مردم بمب بریزه. حالا روس ها هم که اضافه شدن، و همین روس ها الان مذاکراتی که آقای اوباما دیروز داشت با پوتین، 90% بر سر سوریه بود. و در این مذاکرات آنچه بسیار اهمیت خواهد داشت اینه، نه آمریکا نه فرانسه، فابیوس اعلام کرد تا زمانی که
بشار اسد سر کاره، نمیتوان داعش را بین برد. یه واقعیتی است. کمان که تا زمانی که نوری المالکی در حکومت بود نمیشد داعش را بین برد، نمیشد مناطقی را آزاد کرد. با رفتن نوری المالکی مسیر حرکت درست شده بود. متاسفانه مداخلات جمهوری اسلامی و هشت شعبی اسمشو گذاشتن و عملکرد بد اونها در مناطقی که آزاد میشه، چه کاری کردن در فلوجه، چه کاری کردن در مناطقی که کردها آزادش کردن و هشت شعبی میخواد وارد اونجا بشه، سنی ها رو به میبرن، خانه هاشون رو نابود میکنن. بسیاری از مردم فلوجه آوارن هنوز در حالی که شهرشون آزاد شده و مجموع اینا باعث میشه که ما در این شرایط خاص قرار بگیریم. این رو باید اشاره کنم، 13 آذر ماه چند روز دیگه روز مبارزه با سانسوره، روز فریاد زدن آزادی بیان. کانون نویسندگان با همه زنجیرهایی که بر دست و پا داره، همه فشارهایی که هست، افتخار میکنم که جوانترین عضو کانون نویسندگان روز افتتاحش بودم. بیانیه بیرون داده، چند جای قشنگ داریم. بیانیه 70% کتابهایی که در کتابخانه‌های عمومی کشور وجود دارد، بنا به اعتراف رئیس کتابخانه ملی، حتی یک بار نیز توسط مردم برداشته نشده. چرا کتابخانه‌ها باید با کتاب‌های بی ارزش پر شوند؟ آقای جوادی آملی 133 اثر داره، جایزه کتاب سال رو بهشون میدم. چیه؟ کی میخونه اینا رو؟ سیر نزولی تیراژ کتاب به 350 نسخه برای جمعیت 80 میلیونی رسیده. اینو میگن تا میزان خفت کتاب و کتابخان را بهتر دریابی. آنچه تا کنون بر سر کتاب آمده است از حیث نتیجه بسیار هولناکتر از کتاب سوزان است. سال هاست که حاکمیت آتش تیغ سانسور را به جان کتاب انداخته است و اگرچه شعله های آن ناپیداست، اما خاکستر عواقب آن را به روشنی میتوان دید. اینا فقط گوشه‌ای و مشتی از خروار واقعیت است، زیرا سانسور نویسندگان و هنرمندان از آنها آغاز و با آنها ختم نمی شود، بلکه همه اقشار را در بر می گیرد. نیمی از مردم حق استفاده موسیقیایی از صدای خود ندارند، یعنی زنان. همین چند روز پیش بود که علی جنتی وزیر ارشاد بار دیگر تکرار و تأکید کرد که وزارتخانه مطبوعش به زنان اجازه تکخانی نمی دهد. دوستان نمی دونستن که حتی اجازه نواختن ساز و سرود جمهوری اسلامیشان را هم نمی دهند. آنها که در همین شرایط و با وجود سانسور شدید از ابراز نظر و اعتراض خود باز نمی مانند، با تهدید، بازداشت و زندان این وجه مکمل سانسور مواجه می شود. چند تن نویسندگان، روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری و مدنی در ماه‌های اخیر به زندان افتادند. بعضی احکام سنگین گرفتند. صدور حکم اعدام عقیدتی در یک سال گذشته شاهد اوج تازه‌ای در آن بوده ایم. سانسور با طناب دار. اگر مقاومت و مبارزه به حق و شجاعانه مردم و نویسندگان و هنرمندان سانسور ستیز در این سالها نبود، معلوم نیست اکنون به قعر کدام قرن واپس رانده شده بودیم. این اصلی ترین راه مواجه با سانسور است. به یاران و هم قلمانم در کانون نویسندگان ایران با غرور و ستایش میگویم، افتخار بر شما باد که در چنین شرایطی همچنان میگویید و مینویسید اگرچه سانسور بشه و چاپ نشه. همزمان کارگران ما نیز، کارگران سرزمینمون، با همه دردها و رنجهاش، و همین پریروز بود مثل که 6-7 کارگر دیگر هم گرفتن، ولی ندایی دادن با هم گوش بدیم. این ندا شنیدنی است. ما کار خودمون را میخواهیم، ما میخواهیم از دستبند خودمون برده بگیریم. زنده باید زنده، زنده باید زنده،
جالبه، دیروز نهم آذر و این فریادها در تاریخ خواهد ماند. من همیشه پیش خودم فکر میکنم و این برای من یک واقعیت مسلمه، رژیم هایی مثل رژیم جمهوری اسلامی گمانشون اینه که خب مردم ما که حافظه تاریخی ندارن، اگر داشتن داستان مشروطه رو دیده بودن، داستان شیخ فضل‌الله نوری، دوباره میرفتن با شاگرد شیخ فضل‌الله بیعت میکردن. اما به اعتقاد من فاجعه‌ای که بر ما گذشت جلوی هر نوع تکرار خطا رو خواهد گرفت. مردم ما خیلی چیزا یاد گرفتن. اولا عمده ترین مسئله که براشون آشکار شد این بود که هر نوع استفاده ابزاری و سیاسی از دین باعث نابودی دین میشه. ببینید یه وقتی بود مردم ایران میرفتن عتبات، روابطمون هم اغلب با عراق خراب بود، سخت بود، بعد میرفتن. خود من دو سه دفعه رفتم با پدرم، در برهه‌های خاص بود، مثلا بعد از اول زمان پادشاهی بود، بعد کودتا شد، بعد زمان عبدالکریم قاسمون آخرش بود که باز کودتا شد و زمان عارف، عبدالسلام عارف. زمان عبدالرحمن عارف روابطمون خوب شد، بعد باز بعثی‌ها اومدن روابط بد بود، تا این آخر که بعد از 75 سفرهای عراق یه نظمی گرفت، با تور خیلی منظم میرفتم میمدم. شما فکر کنید، دیروز براتون گفتم 1,000,000 نفر میخوان برن برای اربعین، جلوی مرز چه تو شلم، چه تو مهران، توی مندلی چه خبر؟ بچه کوچیکو هم دارن میرن که چی بشه؟ چون دین استفاده ابزاری میخواد، بگی 1,000,000 رفتن برای اربعین حسینی. حالا این 1,000,000 نفر زیارت مشهد میرفتن، پولشون در مشهد خرج میشد، اونم جزء اولاد حسین دیگه، چه فرقی میکنه؟ مگه نمیگه خاندان عترت و عصمت و اهل بیت؟ فرقی مگه میکنه؟ حضرت معصومه هم خواهر امام رضاست، میرفتی اونجا. اگه واقعا فکر میکنی رفتن اونجا، زیارت اونجا روحیت رو عوض میکنه، زندگی تو عوض میکنه، پا میشی میری کربلا، تروریست ها تو را هستن، پولتو میری اونجا میدی، ناسزا هم بهت میگن. این نگاه یک رژیمیست که داره استفاده ابزاری از دین میکنه. چقدر مسجد ساختن؟ چقدر حسینیه ساختن؟ آیا اعتقادات مردم بالا رفته؟ آیا بیشتر شده؟ نه، چونی نیست. وقتی تأمل میکنید روی اینها میبینید که کاری که اینا فقط کردن اومده خاکستر مرگ و غم و پاشیده بر یک کشور، تکون دهنده است. ملتی شاد، این کفاری که دائم این ازشون یاد میکنن، برای ایجاد شادی، برای اینکه هر لحظه مردم رو شادمان بکنن، دست به کارهایی میزنن که شاید در نظر ما عجیب غریب باشه. عنوان پدر بزرگ ها، پدر بزرگ حتما باید یه تعریشی داشته باشه، یه عصایی هم دستش باشه، در این حال روزن بره، یه تسبیح هم این دستش باشه، اون وقت میشه پدر بزرگ. حالا تو خیابون شما نشستی، چهار تا جوون میان میگن آقا مواظب این پدر بزرگ ما باش، وقت ببینید پدر بزرگ چی عذاب در میاد. نگاه کنیم با هم این تکمزراب برنامه امروز رو که یه کمی هم شاد بشید، اینقدر از غم ها گفتم و درد ها. Hey, what's up with the Royal Stampede here with the Justice Crew? And it's time for a little prank with Grandpa Graham. Hey guys, big favor. Can you please, I need to go in there and drop something off. I'll be 30 seconds. It's right why I just leave my grandpa just for one minute. Of course, yeah. Is that alright? One minute, sorry. No problem, it's fine. I'll be back in 2 minutes. But I really appreciate it. Thank you so much. Hey, buddy. No, but we'll put him in here. How's that? Is that better? It's better, isn't it? Beautiful day, isn't it? Yeah, good day, all right? You want to stand up? Why don't you put these up first? Alright, I'll get you started.
don't move. We'll stay here, okay? You know what? Yeah. Where are you going? Just want to walk. Back in your chair. That's ridiculous. I'm so sorry about this. Usually he's not doing backflips or cartwheels. Usually he's quiet. He behaves himself. I'm really sorry about that. I was gone for 2 minutes. And he's, oh. This is outrageous. I'm so sorry. I'm so sorry. Oh my God. What happened? Just did a backflip and everything. A what? A backflip. Just did a backflip and some rap dancing. Rap dancing? That was incredible. That's good. That was incredible. What? That was incredible. I just about shit myself because I helped him up and he just pulled away all the cartwheels up in one hand, stretched all the way back, stood up and goes, I've still got it. Still got it. Still got it, yeah. شادی پدر بزرگ و مردمی که تماشاش میکرد. پدر بزرگ البته با ماسک ولی قشنگ بود. اینجا آدم هایی که سنشون بالای 70-80 سال هست در ایران باید بره تو گوشه خونه بشینه. حالا اگر اون زمان ما مادر بزرگ و پدر بزرگ قدمشون روی چشم بود. من یادم پدرم کفشای مادر بزرگم رو قایم میکرد که اون مادر بزرگ نازنین ممی جونی که عاشقانه دوستش داشتم و موقع مرگشم تا بامداد منو صدا میزد. من نبودم ایران. کفشو قایم میکردیم که نره. حالا میگن میذارن خانه سالمندان. ولی اینجا پیرمرد پیرزن میرن با هم کلوب کلاس میرقصن، شادی میکنن، موسیقی گوش میدن. ولی در مملکت ما باید حتما برن روزه بخون. و میخوام بگم حالتهایی که ما ایجاد کردیم همش باید به اشک و غم و درد و ناراحتی باشه. دو تا خبر هست سریع بهش برسم که مهمه. یکی این که جمهوری اسلامی هواپیمای بی سرنشین با دوربین فرستاده که این زائرانی که بدون ویزا و قلابی وارد عراق میشن مراقبتشون کنه که گربه شاخشون نزن. هواپیماهای بی سرنشین یکشم سردگون کرده بود. دوم این که عشایر عراق، من براتون گفتم رئیس پارلمان عراق شخصیت‌های برجسته سنی جبهه‌ای رو دارن درست میکنن و من از خود آقای جبوری رئیس پارلمان عراق شنیدم که گفت منتظر باشید شخصیت‌های مثل دکتر عیاد علاوی و شخصیت‌های مستقل شیعه هم به این جمع اضافه خواهند شد و ما به زودی صدای اکثریت مردم عراق خواهیم بود. حتی رفت با پرزیدنت بارزانی هم رفت صحبت کرد، مسعود بارزانی کاک مسعود گفتگو کرد برای اینکه کردها هم بخشی از اون باشن که همه موزاییک عراق تو این شرکت داشته باشه. الان گفتگویی با عشایر انبار دارن میکنن و عشایر دیاله و عشایر موصل که یک مجموعه از اینا باشه. اتفاقا آمریکایی‌ها با این هم موافقن در برابر اون هشت و شعبی که وحشیگری های بدی در عراق کردن این مجموعه اشاعر هم آماده بشن. قبلا اینا صحوه رو داشتن و نوری المالکه به این بردشون. صحوه توسط
دکتر عیاد علاوی ایجاد شد و بسیار هم قدرتمند بودن و موفق شدن که القاعده رو به کلی از بین ببرن و آمریکایی‌ها 2010 از عراق رفتن، میدون رو دادن دست نوری المالکی، اونم به سرکوب سنی ها مشغول شد، حتی تظاهرات آرامشون هم برنتافت و در نتیجه زمینه رو برای ظهور داعش فراهم کرد. الان عشایر عراق بر پایه تلاش هایی که این جبهه داره میکنه دارن یک واحد متشکل و قدرتمند درست میکنن. آمریکایی هم اسلحه بهشون میدن که نیروی اول در برابر داعش اونها باشن. داعش سنی بیشتر از شیعه کشته، فقط این نیست که دشمن شیعه است، دشمن سنی هم هست. عراق اگر هدایت درستی داشته باشه، اگر آقای نخست وزیر عراق ذره‌ای چه بگویم این رودرواسی‌هاشو بذاره کنار، ولایت فقیه از دعوه گروه دولت قانون او رو به رستگاری و رهبری تاریخی نخواهد رسون. آقای عبادی باید بدونه که مسیر او با مسیر مردم باید یکی باشه. مردم عراق رنج بسیار میکشن، از همین زائرانی که رفتن قانونی یا غیر قانونی سوال کنید. یه ملت با داشتن نفت، با داشتن امکانات انسانی اینقدر رنج بکش که هنوز روزی فقط 2-3 ساعت در بغداد برق داره، چون دزدان بزرگ مشغول دزدیدن بودن نه ساختن عراق. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. به شب های سر
شمعی سوزان کنار تو هم به راه تو چشم خسته به در مانده تا به سهر بر امید نگاهی ز راه شب ها چو آمده ای رنگ غم زده ای Dylan.